بینندگان عزیز کدکانال، سلام و عرض ادبی دوباره خدمت شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام هم به کامتون باشه. با پوشش ویژه دیگه ای از سری برنامه های رومال در خدمتتون هستیم. مهمان عزیز و گرانقدرمون جناب شاهو حسینی هستند، کنشگر سیاسی که از آلمان قبول زحمت فرمودن و مهمان این برنامه ما هستند. امیدوارم گفتگویی که بین ما انجام میشه مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. آقای حسینی سلام و عرض ادب. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و محترم کدکانال، همچنین شما دوستان عزیز و دستان در کار کدکانال. سپاسگزارم که این فرصت رو فراهم کردید تا یک بار دیگر در خدمت بینندگان عزیزتون باشم. آقای حسینی، همونجوری که از جریانی یکی دو روز اخیر با حملاتی که به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی در 5 نقطه ایران شد و عدم اطلاع رسانی از سمت حکومت و اخباری که در رسانه‌های دیگه به گوش می‌رسید، خسارت در واقع زیادی به این موقعیت وارد شده بود. استیصال جمهوری اسلامی کاملا مشخصه، از اون سخنان سخنگوی وزارت خارجه گرفته تا تهدیداتی که در واقع مقام‌های مسئول در این حکومت می‌کنند. چقدر این ویژگی‌های هسته‌ای برای خود جمهوری اسلامی مهمه و چقدر برای کشورهای مثل اسرائیل که همیشه می‌دونیم مورد تهدید جمهوری اسلامی واقع شده، چقدر برای اون مهمه این مثلا تولید سلاح هسته‌ای یا کار کردن در این زمینه؟ عرضم به حضور شما، اساسا نگاه ایران به منطقه و به جهان یک نگاه ایدئولوژیک هست، نگاهی که ملهم از اندیشه بنیادگرایی شیعی است و در واقع جهان رو به دو قطب دوست دشمن، حق و باطل تقسیم میکنه. اون معتقده کسایی که در راستای سیاست های اون، در راستای تثبیت هژمونی اون در منطقه و در راستای تسلط گفتمانی و ایدئولوژیک اون در منطقه تلاش میکنن، جبهه حق و دوست هستن، و کسایی که و طرفهایی که در واقع در تقابل با این وضعیت حضور دارن و سعی میکنن به نوع استقلال خودشون رو حفظ بکنن یا نگاه دیگر و متفاوتی به حوزه مناسبات بین الملل، حوزه روابط بین کشورها، حوزه جوامع انسانی و مناسبات انسانی دارن، در واقع بخشی از جبهه باطل و به تبع اون دشمن جمهوری اسلامی قرار میگیرن. و اساسا اصطلاحاتی که جمهوری اسلامی در توصیف خود و در توصیف دیگری به کار میبرد مبنایی میشود برای تقابل، برای برقراری ارتباط و کنش و واکنش در برابر اونها. در گفتمان بنیادگرایانه جمهوری اسلامی اساسا اسرائیل به دلیل ویژگی های خاصی که در نگرش بنیادگرایانه شیعه قرار داره، که در واقع معتقدن که یهودی ها دشمن امام زمان هستند و قصد از میان برداشتن امام زمان رو دارن و در واقع بخشی از اون جبهه هستن که در تقابل با امام زمان قرار میگیرن، از همان ابتدای روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی بخشی از جبهه باطل و جبهه تخاصم تعریف شده و تقابلات میان ایران و اسرائیل حضور داشته. اسرائیلی ها این تهدیدات جمهوری اسلامی را جدی میگیرن به دلیل اینکه در طول بیش از 40 سال که از حضور جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه و جهان میگذرد، اقدامات تروریستی و اقدامات ضد انسانی جمهوری اسلامی به خصوص در طی 1 دهه گذشته و از طریق 2 جریان حزب الله در شمار اسرائیل و در واقع حماس در نوار غزه و در همسایگی بسیار نزدیک و با اسرائیلی ها، در واقع اونا این تهدیدات رو جدی میگیرن.
و طبیعی بود بعد از روی کار آمدن کابینه دوباره بنیامین نتانیاهو در اسرائیل و شکلگیری رادیکالترین و راستگراترین دولت تاریخ اسرائیل، حضور تقابل نظامی اسرائیل با ایران در واقع گسترده تر بشه و این تقابل در جبهه اسرائیل به دو دلیل عمده انجام میگیره. یکی اینکه اسرائیلی ها و این کابینه علل خصوص تهدیدات ایران را و تهدیدات هسته‌ای ایران را علیه امنیت ملی خودشون بسیار جدی میگیرن و در واقع تقابلات میان این کابینه و شخص نخست وزیر اون که در واقع مغز متفکر این کابینه هست با جمهوری اسلامی که بارزترین اون بردن اسناد هسته‌ای از ایران به اسرائیل و عیان کردن چهره اختاپوس هسته‌ای ایران بود به شکل کاملا واضحی بر همگان آشکار هست و این کابینه و این حکومت و این دولت در واقع تهدیدات هسته‌ای ایران رو جدی میگیره و میدونه که ایران هسته‌ای و ایران به طور کلی با این حکومت و با این نگاه بنیادگرایانه برای امنیت اسرائیل بسیار خطرناک است. و از سوی دیگر این کابینه برای اینکه در قدرت بماند و هژمونی سیاسی و تداوم حضور سیاسی خودش رو در عرصه سیاسی اسرائیل تداوم ببخشد، در واقع ایران رو به عنوان یک دشمن و یک هدف همیشه مورد هدف قرار داده و حملات جدیدی هم که اسرائیلی ها به اصفهان و چند مرکز نظامی دیگر ایران داشتن رو میشه در این حوزه خواند و در این حوزه بررسی کرد و به نظر میرسد که ایرانی ها اگرچه انتظار حملات نظامی رو با حضور دوباره نتانیاهو در رأس هرم دولت اسرائیل داشتن، اما نه به این شدت، نه به این گستردگی، و این استیصال در واقع نشان از عدم آمادگی ایرانی ها برای دور جدید تقابلات با اسرائیل هست. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه اظهاراتی کرد که اون مشاور ریاست جمهوری اوکراین رو که گفته بود ما به ایران هشدار داده بودیم به خاطر ارسال سلاح به روسیه و بر علیه اوکراین استفاده کردن میتونه تبعات منفی براش داشته باشه، ولی جمهوری اسلامی توجه نکرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت که اظهارات اون مشکوک به نظر میرسه. اینو بذاریم کنار. اگه تصور بر این باشه که جمهوری اسلامی در این استیصال داره دنبال یک منبعی میگرده که الان بهش بپردازه تا از حیث داخلی، چهره داخلی و اون چهره مخدوش بین المللی که پیدا کرده ضعیف جلوه نده، مثلا واکنشی از خودش نشون بده، آیا میشه تصور کرد که بعد از این اتفاقات منطقه آبستن یک تحول نظامی یا رفتن به سوی یک جنگ، حالا کوتاه مدت یا بلند مدت؟ ببینید، من ابتدا عرض بکنم که اسرائیل سیاست خارجی مستقلی رو پیگیری میکنه و سیاست خارجی مستقل اسرائیل در راستای در واقع دستیابی و تحقق بخشی به یک امنیت پایدار داخلی و مسئول ماندن از تهدیدات تروریستی برآمده از جمهوری اسلامی است. این یک موضوع. موضوع دیگر این هست که به نظر من جمهوری اسلامی به هیچ عنوان آمادگی ورود به یک جنگ، آنچه که ما از اون با عنوان جنگ‌های کلاسیک به صورت جبهه‌ای و دوامدار و مدتدار و طولانی مدت ندارد، به دلیل اینکه بعد از جنگ 8 ساله ایران و عراق که در واقع ایران به دلیل جو انقلابی، به دلیل تازه به ظهور رسیدن و تازه به حکومت رسیدن از نوعی
حمایت داخلی و مشروعیت داخلی، هرچند به شکل خیلی گسترده هم نه، اما به هر حال یک مشروعیتی در داخل داشت و نیروهای مردمی به دلیل جو احساسی و انقلابی حاکم بر فضای عمومی جامعه به صورت گسترده در جبهه ها حضور پیدا کردند برای دفاع از ایران و نه جمهوری اسلامی. اکنون ایران اون مشروعیت مردمی رو نداره. ما در ایران شاهد یک گسل عمیق میان قاطبه ملت ایران، قاطبه مردم ایران با حکومت هستیم. بنابراین فاقد اون مشروعیت مردمی هست که یک بار دیگر اون رو به عنوان پشتوانه مردمی خودش در تقابل با جهان خارج بتونه استفاده بکنه و مصرف بکنه. از سوی دیگر ایران به شدت یک ایران اقتصادی ویران هست که در واقع به هیچ عنوان از پشتوانه اقتصادی کافی برای پیشبرد یک جنگ در منطقه برخوردار نیست. بنابراین با شکافی که میان ارتش و سپاه پاسداران، ارتش و نظام جمهوری اسلامی به نظر میرسه وجود داره، حالا ما کاری با اون بخش فرماندهی انتصابی در واقع از طرف خامنه ای در ارتش نداریم، اما بدنه ارتش یک بدنه مردمی هست و در واقع هیچ ارتباطی با بیت رهبری و سپاه پاسداران که پیشبرد سیاست های جمهوری اسلامی رو بر عهده داره ندارد. بنابراین ایران به هیچ عنوان آمادگی و جسارت ورودی در یک جنگ کلاسیک شبیه آنچه که در جنگ 8 ساله ایران با عراق شاهد بودیم رو نداره و همین استیصال و درماندگی پس از حمله در واقع امریکایی ها به کاروان نظامی قاسم سلیمانی در عراق داشتند و حضور و حملات نظامی متداوم اسرائیلی ها در سوریه به اهداف ایرانی و در خاک ایران به اهداف نظامی ایران نشون میده که ایرانی ها از یک استیصال شدید در جواب دادن رنج میبرن و اون هم ناشی از عدم مشروعیت این نظام و گسل و گسست غیر قابل انکاری میان مردم، ملت و حکومت جمهوری اسلامی است. بعد از ترامپ، اون دوره 4 ساله ریاست جمهوری ترامپ و اومدن روی کار دموکرات ها، تقریبا میشه گفت سران حکومت یک نفس راحتی تقریبا کشیدن که دموکرات ها کمی با اینا کجدار مریض رفتار میکنن. اما حالا با روی کار اومدن دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل و روی کرد اون به در واقع یهودی ستیزی که دیگران دارن و مقابله با اون، در حقیقت میشه گفت خبر بدیه برای جمهوری اسلامی با این رفتار و شعارهایی که همیشه سرلوحه در واقع حکومتی خودش قرار داده. یک سال اول، اینکه آیا انتظار میشه رفت که یک واکنش غیر منتظره از سمت اسرائیل رخ بده؟ دو، جمهوری اسلامی الان در این موقعیت که با مشکلات اقتصادی داخلی روبروه، به قول فرمایش شما و به استناد واقعیت هایی که در جامعه اتفاق میفته، عدم مشروعیت داخلی داره، عدم مشروعیت خارجی داره به طور کامل پیدا میکنه، آیا میشه گفت که احتمال این هست که بره به سمت نابودی از سوی یک نیروی خارجی؟ اون چیزی که شما از اون به عنوان اقدام غیر منتظره نام بردید به نظر من دیگه غیر منتظره نیست، به دلیل اینکه اسرائیلی ها نشون دادن که برای تحقق امنیت ملی پایدار خودشون با هیچ کسی تعارف و شوخی ندارن و هر اقدامی که لازم باشد رو در هر کجا انجام میدن. اونا تعارف ندارن، بنابراین من به چیزی با عنوان اقدام غیر منتظره دیگه باور ندارم. تمام اقداماتی که اسرائیل علیه اهدافی که در واقع امنیت پایدار اون رو نشانه گرفتن
قابل انتظار و منتظر است. بنابراین اسرائیل نشون دادن در طول بیش از چند دهه که از شکلگیری دولت اسرائیل میگذرد، هر جا که تهدیدی علیه امنیت ملی اون کشور شکل گرفته و یا نطفه تهدیدی شکل گرفته، اونو در نطفه خفه کردن و مثل حمله به نیروگاه هسته‌ای دمشق، حمله به نیروگاه هسته‌ای عراق و حمله به مراکز نظامی ایران برای بازداشتن از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای. بنابراین چیزی به نام اقدام غیر منتظره در اسرائیل وجود نداره، هرچه هست قابل انتظار و منتظر است. اما اینکه آیا ایران به یک جنگ تمام عیار در منطقه، به نظر من ایرانی ها هیچ فاکتور و هیچ ابزاری که اونها رو وارد یک جنگ بکنه در منطقه ندارن، به دلیل اینکه هم در از طریق یک قدرت خارجی که اسرائیل و امریکا و اروپایی ها باشه اکنون به شدت تحت فشاره، و از سوی دیگر در داخل کشور از طریق گسست گفتمانی و معرفت شناسانه مردم با ایدئولوژی حاکم بر ایران، حکومت جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار است. و این دوتا گسست در واقع به نظر میرسد که میتواند منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی بشود. اما به نظر من، تصور من بر این هست که فشار گسست داخلی، فشار گسل داخلی و مشروعیت زدایی از حکومت توسط مردم ناراضی و ملیت‌های ناراضی و تفکرات و گفتمان‌های در واقع الترناتیو جمهوری اسلامی که اکنون در تقابل با جمهوری اسلامی هستند، به مراتب عرصه رو بیشتر از فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی تنگ کرده. و به نظر من این دوتا گسست، یعنی گسست در تعامل ایران با خارج و گسست تعامل با مردم در داخل، به شکل فزاینده ای منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی خواهد شد. به عنوان پرسش آخر خدمت حضرت عالی، امروز در واقع شورای اتحادیه اروپا با رأی موافق فرانسه و آلمان برای قرار دادن لیست اسم سپاه پاسداران در لیست تروریستی رأی مثبت دادن و اظهار امیدواری کردند که به دنبال اسناد و مستندات حقوقی هستند تا در حقیقت اون جمله جوزف بورل محقق بشه، و گفتن تا سه هفته دیگه این موضوع رو به نتیجه میرسونن و قطعا این کار رو خواهند کرد. به نظر شما رفتن اسم سپاه در لیست ترور چقدر میتونه عواقب منفی داشته باشه برای جمهوری اسلامی که بودجه 1402 51%ش رو کاملا سپاه داره میبلعه؟ چه تفاوتی میتونه براش داشته باشه؟ به نظر من وقتی ما صحبت از جمهوری اسلامی میکنیم، نمیتوانیم صحبت از سپاه پاسداران نکنیم، یا وقتی که ما بحث از سپاه پاسداران میکنیم نمیتوانیم اون رو جدای از جمهوری اسلامی بدانیم. یعنی در واقع وقتی که سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی قرار میگیره، در واقع غیر مستقیم جمهوری اسلامی در لیست گروه های تروریستی قرار میگیره، به دلیل اینکه سپاه پاسداران یعنی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران، به دلیل اینکه اساساً در نگاه حکومتی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم سپاه پاسداران بازوی حفاظتی جمهوری اسلامی هست و در واقع بخش اعظم بدنه حکومتی جمهوری اسلامی وصل به سپاه پاسداران هستند. بخش اعظم بدنه دولت جمهوری اسلامی، اگر ما چیزی به نام دولت در جمهوری اسلامی داشته باشیم، تقریبا
100% اون وصل به سپاه پاسداران هستند و چیزی جدایی از مگر شما می توانید قوه مقننه جمهوری اسلامی رو جدای از سپاه پاسداران بدانید وقتی که رئیس قوه مقننه یک پاسدار هست، وقتی که رئیس قوه مجریه یک پاسدار هست، وقتی که در واقع رئیس قوه قضاییه برآمده از نهاد سپاه پاسداران هست. یعنی در واقع وقتی شما بحث از سپاه پاسداران میکنی بحث از جمهوری اسلامی میکنی، وقتی شما بحث از جمهوری اسلامی میکنی بحث از سپاه پاسداران میکنی. اینا جدای از هم نیستن، اینا در واقع یک شاکله هستن. قرار گرفتن اسم سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی به مثابه قرار گرفتن نام جمهوری اسلامی در لیست گروه های تروریستی است، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی بدون سپاه پاسداران معنا ندارد و سپاه پاسداران همان جمهوری اسلامی است. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه ما شرکت فرمودید، جناب شاهو حسینی، کنشگر سیاسی از آلمان. من هم سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادید تا در خدمت بینندگان عزیز پورت کانال باشم. بینندگان عزیز، شاهد پوشش ویژه دیگه ای از سری برنامه های رومال بودید. امیدوارم گفتگوی من با مهمان محترممون مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد براتون آرزوی شادی و سلامتی میکنیم. تندرست و پیروز و سربلند باشید. درود بی پایان.